شیشه، پودر، چرس، تاریاک، زیکاپ، این کلش استفاده. کس نگوه او شید بورداری است یا شید اترات یا اترات. میگه این مشت گل اینقدر غرور به جای تو چیست، یک بار به خود نگر که مهنای تو چیست. دیشب به خانه آمده سی؟ ایسی دنیا سی. تماس ما همیشه فعال است و یک تیم فعال، ما از اینجا تیم صاحبی داریم که به ساحه میرن نگاهی دیگه میدن. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام وقت شما بیننده های عزیز بخیر. انشاءالله که جور صحتمند و سرحال باشین. خوش هستم در خدمت شما خوبان قرار دارم و امروز تصمیم دارم یک گزارش کاملا متفاوت تقدیمتان بکنم. قسمی که شما به تصویر میبینین، امروز آمدیم به شفاخانه هزار بستر، شفاخانه که در این شفاخانه صدها و هزاران مریضا بستر است، بستری هستند تا اینکه تداوی شوند. مریضایی که به دلایل مختلف با مواد مخدر روی آوردن، متاسف هستیم به این مریضا و خداوند شفای عاجل نصیبشان بکنه. آمدیم که به تصویر بکشانم که این شفاخانه چی خدمات را ارائه کردن به مریضا، مریضایی که بستری هستند و همچنان چندین مرحله دارد تداوی مریضا. یک یک به تصویر میکشانیم. انشاءالله که تا پایان برنامه مرهم را باشید. وطندارای عزیز، قسمی که در آغاز یادآور شدم، امروز آمدیم به شفاخانه هزار بستر مریضانی که به مواد مخدر آغشته و یا مبتلا هستند و مبتلا شدند. در این شفاخانه تداوی میشنی که تداویشان چندین مرحله داره از زبان مسئولان میشنویم. سلام، خسته نباشین. علیکم سلام، بخیر و سلامت باشین. شکر دکتر صاحب، خودت معرفی بکنین. فضل‌الله صفزه هستم، مسئول موتیویشن بخش قبل از تداوی و مسئول راجستر بخش نرسینگ. بخش راجستر متخصص مینوال همراه عزیز ما یک جا هستیم. سلامت باشین. در بخش ثبت نام هستین؟ بله. مریضایی که در ابتدا میاین ثبت نام میشن، شما ثبت نام میکنین؟ بله، قبل از تداوی از خدمات اینجا ما یک ارزیابی میکنیم، فیزیکال اگزامینشن، معاینات فیزیکی. ما متخصص هستیم. سلامت باشین. مرحله اولش هست؟ مرحله اول است. بله، سلامت باشین. خب با متخصص همچنان صحبت می داشته باشیم. سلامون، وقت مو بخیر. من تاس زن او پیجنه؟ من دکتر عبدالمجید مینوال دی داخلی متخصص. دیر من دکتر سیب، تاسو کوم برخه کیستی؟ من هم دا معاینه فیزیکی دی مریض ګورو، چې مریض قابل دی بستر ده کنه ده، یعنی آماده دی بستر ده که قابل دی بستر بستروی او کنی به نور شفخانه تاول دی معاینات لپاره دی غل لپاره. عمومی چکاپ کوي اول؟ چکاپ کو مریض ګورو، تفتیش جس قراو اس خدا ور سره اجرا کو بیا ګورو چې مریض آماده دی بستر ده کنه. اول دلته ثبت نام آلته کی آلته ثبتیږي مریض، بیا ځي مشاور تداوی ګوري، بیا روانشناس ته ځي. روانشناس هم خپل نظر ورسته بیا مونږ چکاو که آماده دی بستر و هغه بستر وو که نو وخت ورکو او که بیا معاینه فیزیکی کو که آماده دی بستر و هغه بستر وو مریض ده. آماده دی بستر نو بیا تاسو ورته دوا ورکوي؟ هو هغه په کور کې جوړ شي. په کور کې هوم بیسټ ټریټمنټ ورته وي، هغه په کور کې تداوی کیږي که هغه امکان نشته په کور کې تداوی کیږي. بله، تر اوسه هم څو مریضان تاسو ثبت نام کړي چې کپ عموم کړي او دلته بستري دي؟ والله تعداد نو روزمره موږ ته راځي. هماغه روزمره تعداد څومره نوملیکنه کوئ تاسو؟ شل پنځه ویشت مریضه پورې بستر کیږي. شل هره ورځ راځي؟ هره ورځ روزمره. یعنی په ډېری ځینو کې چې همده مریضان چې دا معتادین چې د پله لاندې وو یا د نورو سیمو کې چې پراته وو اوس نشته، نو دا مریضان نور تاسو ثبت نام چې کوئ نوملیکنه چې کوئ دا مریضان نور د کوم ځینه کېږي اوس خو د پله لاندې څوک نشته؟ هلته جمعوري هلته وړي کمپ امید ورته وایي، هغه شاته تقریبا درې څلور زره مریضان هلته دي. هغه جمعوري هره شپه یا د ورځې مریضان هغه د مربوط مهینه انتقال ورکوي. هغه شاته ده بل کمپ ده چې هلته تقریبا څلور پنځه زره مریض هلته دي او پنځه زره مریضان په هغه کې د کمپ آغوش ورته وایي په بلاک های شاروار هغه کې هلته دي. نو ګودامایش انتقال کیږي؟ نه، دلته موږ ته هغه مریضان چې پایواز رو ده، لکه حاجي صاحب خپل زوی راوستلی ده. صحیح، نو دغه مریضان چې پایوازدار دي اکثر موږ دلته راځي، پایوازان راولي یا د هغه لخوا د مجاهدین صاحبانو لخوا نیول کیږي، هغه موږ ته راولي.
سلامت اوسئ ډاکټر. فامیل راوړي هغه موږ بسترو. فامیل نه اوسئ دلته انتقال ورکړئ. او بسترو. اها. تلغې چې جماوري شیال ته بغز انتقال پیدا کړی دلته. هغه دلته نه راځي هغه آلته ځي. کمپ آغوش ته ځي چې پغه کړي. پنج هزار بستر ورته وایي هلته انتقال یې. 5000 بستر. ډیر ښه. ډاکټر صاحب دا مریض چې اوس نوی راغلی د خپل پلار سره کنه ستاسو په نظر د دې تداوی به دلته وشي؟ ولې یو څه امکان چې شته چې خانه څه امکانات چې لري هم هغه کومک ورسره کوو. د ظاهري وضعیت نه معلومیږي چې دا نه یوازې په مواد مخدر یعنی بوخت دی یا مبتلا دی، داسې ظاهري وضع نه معلومیږي چې په رواني تکلیف هم رواني مشکل لري. رواني مشکل هم دلته رواني متخصص موږ لرو، هغه یې ګوري. هغه کوي که ډېر مشکل د رواني زیاتي بیا متخصص د رواني ده، یا غار د رواني لرو، یا ولسم دولسم اتاق ده، هلته بستري. هغه بیا ډاکټر د رواني ده، هغه یې بیا ګوري. هغه بیا هلته به تداوي کیږي؟ هلته به تداوي. یعنې سل په سل که دا مریضان تداوي لري؟ ولې ولې نه، یو څه تداوي انشاءالله. هم خورما هم ثواب. تاسو ډېر غټ کار کوئ، تاسو ډېر لوی خدمت کوئ دس مریضانو ته. واقعا دس مریضان ستاسو دولت ته اړتیا لري، موږ ته اړتیا لري، د انسانیت د وجې او د مریض دی دوی سره باید ښه رویه وشي، باید تداوي شي چې دی وکولی شي چې ښه ژوند ولري او ټولنې ته هم ښه خدمت وکړي. ژوندي اوسئ، نه یوازې دا چې د ټول عمر په مریضي تیر. ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. معلومات نه ډیره مننه ډاکټر صاحب. د دوی پلار چې راغلی دی بستر کړی دی، یا د دوی پلار سره خبرې کولی شم د دې مریض په اړه؟ هغه زوی ده، دا پرون بستر شوی ده، بل مریض هغه زوی ده، د حاجي صاحب بل زوی ده. دا مریض چې دی د دې کورنۍ نشته؟ راغلی نه، دا پرون ورور راوستلی فرید الله. دا اوس چیکاپ عمومي شوی که نه؟ دا او موږ لیدلی ده، ظاهري وضعیت یې ښه ده او رواني مشکل لري. رواني مشکل لري؟ مشکل لري. اوس خو مواد نه استفاده کوي؟ اوس فعلا شفاخانه کې نه. شفاخانه کې مواد شفاخانه خو نه استفاده کوي. یعنی څومره وخت شوی چې چیکاپ عمومي کې؟ خو معلومیږي چې دی کس مواد استفاده کړی نه دي. فرون فرون بستر شوی. فرون بستر. ډیره مننه کور ودان. سلامت اوسئ. ډیره مننه. خب دوستای عزیز، گفتنی های متخصص را داشتیم که دایی بخش چکاپ عمومی کار میکردن در شفاخانه هزار بستر، فعلا مصدر خدمت هستن و کار میکنن، خدمت میکنن و هم خورما هم ثواب. چقدر خوب است که به قسم مریضا رسیدگی بکنیم، کار بکنیم، خدمت بکنیم تا این کمی مریضا صحتمند شون و مصدر خدمت به خود باشن، به خانواده خود باشن، به جامعه خود باشن. واقعا بسیار دردآور است. واقعا من بسیار جگرخون میشم وقتی قسم مریضا رو میبینم که به دلایل مختلف با این مرض با مواد مخدر آغشته شدن و از این مواد استفاده میکنن. انشاءالله که خدا مهربان است، صحت یاب شوند. خب میریم به مرحله بعدی، این که بعد از ثبت نام در شفاخانه به کدام مرحله مریضا انتقال پیدا میکنن و تحت تداوی قرار میگیرن بخیر به تصویر میکشانیم. مرهم را باشه. دونکو څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ، موږ راغلو راورسېدو د دې شفاخانې لابراتوار برخه ته. وروسته له هغې چې یو مریض نوملیکنه کوي او یا ثبت نام کوي، دې برخه ته انتقال پیدا کوي چې وضعیت یې څومره ښه دی یا په څه وضعیت کې قرار لري. د دې برخه ډاکټر سره به خبرې وکړي. سلام ډاکټر صاحب، ښه وخت مو پخیر. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ته لیدونکو ته ستړي مشي وایم. احسان الله ثاقب مې نوم دی، د ابن سینا د زربستره شفاخانې د لابراتوار څنګه یو کارمند یم. سلامت اوسئ چې د هیوادوالو په خدمت کې یاست. ډیره مننه کور ودان. ښه، د ورځې څومره مریضان تاسو په دې برخه کې راځي؟ مختلف راځي، کله ډېر څلوېښت راشي، کله تفاوت کوي، نو د لسو پنځلسو شلو نه خواته زیات مریضان راځي. په دې یو کال کې یا په دې شپږ میاشتو کې څومره تغییرات راغلی ده چې ډېر مریضان راځي که کم؟ دا مریضان چې راځي یعنی وضعیت یې څنګه دی نظر په تېر کال؟ په تیر کال کې خو داسې و چې زموږ جمعواریانې زیاتې وې، جمعواریانې به کېدلې، نو مریضان هغلته ډېر زیات و. اوس ورو ورو انشاءالله د
امارت اسلامی په دغه پالیسۍ سره چې د معتادینو جمعوري نه کړی دي، اوس د مریضانو هغه تعداد چې مخکینی ډېر زیات و انشاءالله اوس کم شوی دی، او په کم تعداد سره د تیر کال په پرتله مریضان مراجعه کوي. ډېری تداوي شوي دي، خو اوسنی چې کوم مریضان راځي ډېر ځوان دي، ډېر ینګ ینګ کسان دي چې اوس مراجعه کوي. اکثره زموږ ځوانه طبقه مراجعه کوي تداوي ته. سلامت اوسئ. انشاءالله چې دا د ټولو هیوادوالو هغه کسان چې په خصوص مریضان دي، په دې مرض اخته دي، انشاءالله چې ستاسو په مرسته، د الله تعالی په مرسته روغ شي، صحت پیدا کړي. ستاسو نه هم ډېره مننه که کوم پیغام ولري. کور ودان، بس پیغام مو دا د هیوادوالو ته چې د خپلو اولادونو نظارت وکړي، خپل اولادونه تعقیب کوي. همدغه د پلار او د مور او د کورنۍ و غفلت دی چې خپل اولاد نه تعقیبوي او دوی بې لارې کېږي. نو که کورنۍ همکاري وکړي، د افغانستان د ولس ځورېدلو نه بچ کېږي که نه. ځکه احتیاط چې دی، دا ډېر یو بد پدیده، دا ډېر یو بد مرض دی. ځوانان بس چې دا بیکاره شي او مخ همدغه شیانو ته کوي، نو د پلارګنۍ او د کورنۍ مسؤلیت دی چې دوی تعقیب وکړي. د خپلو اولادونو د روزنې په برخه کې ډېر فکر وکړي، ډېر دقیق پام وکړي، د هغوی د ملګرو او دوستانو تعقیب وکړي چې ملګري څنګه دي، ناسته پاسته د چا سره ده، څه عملونه کوي، پیسې ورکوو په کوم ځای کې مصرف. اکثره مور او پلار چې موږ دلته ور سره خبرې کوو که نه، دوی ډېرې پیسې ورکوي او پوښتنې نه کوي په کوم لارې مصرفوي، په کوم لارې مصرفېږي. نو اولادونه بیا بېلارې شي، بیا ټول ملک او کورنۍ او خپلو خپلوانو دا ټول سره بیا په عذاب کې اخته وي، په عذاب کې ټول جګرخونی. خو پیغام زما دا دی ورته چې د اولادونو سمه روزنه وکړي، سمه ساتنه وکړي، او جامې ته داسې تقدیم کوي چې د جامې د اوږو بار نه شي او جامې ته فایده ورسیږي. بلکل بلکل، ډېر ښه پیغام درلوده ډاکټر صاحب، ډېره مننه کور ودان ښه شېبې بریا مو غواړم. سلامت اوسئ، ډېره مننه. واقعا ډاکټر صاحب چې لابراتوار برخه کې کار کوو، په دې شفاخانه کې ډېر ښه پیغام یې درلوده. باید هر پلار، هر مور، هر والدین خپل اولادونو ته خاصه پاملرنه ولري، چې دا پیسې که ورکوي، دا چې مکتب ته ځي، دا چې کوڅې ته ځي ساتري کوي، دا چیرې ځي، چا سره ناسته پاسته کوي، په کوم لارې دا پیسې مصرفوي. واقعا ډېر ښکلی پیغام درلوده، ډېره مننه کور ودان. موږ به لاړ شو نورې برخې ته. بیننده های عزیز، آمدیم به اتاق بستر و در این اتاق مریضا بستری هستند، شفاخانه هزار بستر. مریضایی که بعد از ثبت نام و بعد از لابراتوار، بعد از اینکه وضعیتشان را دیده، اینجا بستری میشن، قابل تداوی باشن، تداوی میشن. و شما قسمی که میبینید در تصویر تماما مریضایی هستند که در بستر هستند، تحت تداوی هستند. صحبت هایشان را میداشته باشم. سلام، خسته نباشید. خوب هستیم؟ خوب هستم، شکر الله. نامتان؟ اسم مالب جان هستم، از ولسوالی دهسازم، قریب اختیاران هستم. ما را پایوازم نه شده، تقریبا نه 45 روز ما مانده اینجا آمدیم. ما از پایواز خودم خوش هستم. انشالله تا این افراد ما دیگه مانده پایوازم بیا، انشالله ما را اینجا میکشن انشالله. اما اینجا باشی و اتاق دوستم، خدمت کلم این بمریضار خودم میکنم، شفایی کلم روجای های مردم ها. مریضا را تا گفتیم تا خونمون کارتان باشه، ما در خدمتتان هستم. هر مشکل دارین مریض بدین، هر حساب دارین، ما بیادرتان در خدمتتان هستم. سلامت باشی. خانه آباد، یعنی نماینده اتاق هستین؟ اتاق بستر. نماینده اتاق بستر هستم. هر کدام از این ما گفتیم ما خونم آمده، هر حساب ده بود، ما بیادرتان در خدمتتان. نصف شما ما را از خواه خیستان در میتونه شما بیادران در خدمتتان هستم. سلامت باشین، یعنی احوالشان به مسئولین میرسن؟ احوالشان به مسئولین میرسنم. مسئولین هم میگن صاحب این مریضی را داره، این مریضی را هر چی که کار داشته باشه، هر چیز کار، هر مشکلی که داشته باشه، هر مشکلی داشته. سلامت باشین، خداوند مشکل خودت را همچنان حل بکنه. خودت چقدر وقت است که به این مریضی مبتلا هستی؟ خودم دیگه تقریبا دیگه یک 8 ماه میشه صاحب، اینم 8 ماه میشه ما دینه میشه چی شدیم. بعدم پایوازم بیا کو کو بیا فایده تاس بیا ترمومی برنده شفاخانه بستر میکنیم. شما خوب شوین اینجا، اولادایت مردم دم خانواده ایت که یگان پایازی میرن، یگان جای چی میرن، دوای فاتحه زنده مرده. کسی نگوه شید بردریست یا شید دیتر است یا اوتر است، تانبازی زنای تانبازی از این خاطر. حالا چی دلیل بود؟ با چی دلیل خودت به این مرض آغشته شدی، مبتلا شدی؟ چرا این کار کردی؟
این دیگه قرندوالای بعد گشتم. قرندوالای بعد گشتم که مرا مخته کردن. اینا بگی خوب چیز است. یوتر است. خودم هم در وقت جمهوریت در 25 سال در وقت جمهوریت در وظیفا بودم. قد چی بودم؟ وزیر صاحب اندرابی بودم. قد خود وزیر صاحب اندرابی بودم. این وقت چی بودم؟ بعد این قرندوالا مرا اینجا. یعنی دوستای نااهل. شش برخواست با دوستای نااهل قسمی که دکتر سید داور شدن با ما میشینی ما میشی با دیگ میشی سیاه میشی البته با دیگای سیاه گشتی با دو چی شما گپ شما مو با ما رقم قرار دادم وای بعد ششتم بعد نه چی شدیم حالتان دادی سبز دادی سبز قریب اختیاران اول خانه از خودت خانه از خدا شکر الهی شکر چی کار میکردی دای آخر دای آخر از وقت جنب امارات اسلامی اومده گلکاری میکردم این دا زغال کار میکردم دای زغالا کار میکردم دای این گلکاری چی استفاده میکردی از کدام مواد چرس استعمال میکردم انا چرس چرس استعمال میکردم بجز از چرس دیگه کدام مواد استفاده دیگه است استعمال نمیکنم انا می چرس شما سرطان به میجرسان چرس اینم چند تا اولاد چند تا اولاد داری اولاد چند تا مال خدا هفت اولادایم از قد خانه من خودم من نو نفر هستم نو نفر هستی حالا سرپرستی اونا را کی به عهده داره مسئولیت چکی داره با خدای پاک سپارده ایمشون دیگه نمین جا دیگه کسی خودم سرپرست خانه هستم خودم پایدگار خانه هستم دیگه ما کسی دیگه پایدگار خانه ندارم چقدر وقت است که در این شفاخانه بستری است؟ یعنی تقریبا هفت روز دیگه مونده صاحبه هفت روز دیگه مونده این 45 پورا شوه هفت روز مونده که 45 روز پورا شوه؟ بله یعنی مریضه که جا بستر میشن 45 روز وقت دارن؟ یا 45 روز بعد از اینجا هستم 15 روز بعد اتاق بالا هستن 15 روز مرحله به مرحله پیش مرحله به خل مرحله در مرحله 15 روز هستی خودت ما 45 باشی اتاق دوستم تا 45 هم اینجا هستم خدمت از این مریضا رو من خودم میکنم بچه کلان داری بچه کلان چند سال است بچه کلانم 20 سال است خودت چند سال است خودم در 35 سال است بچه که 20 سال است انشالله که صحت مند باشه قرآن شریف هم مال خدا قرآن شریف هم ختم کرده بچه دونگه من قرآن شریف ختم کردم اونم یک مادر پچه سفید ما است اونم ما میگن بیره دای پای بازی میای دیگه ما را میمنن دیگه و عمران میبرم خودم عمران میبرم بدون شک بدون شک بدین از ما تا چی بعد ما حال خوش شده ما خوب شده ما بسیار ما دست مادر مون پوچی میکنم یا الله تو ما خوش کرد شد آوردین در اینجا ما خوب شدیم و ما بسیار اول دیگه پیش اولادای خود پیش چی دخ شدیم خداوند بوق ما رو ببر پیش اولادای خود ان شاء الله تشویش نک خدا جان مهربان است خواستن توانستن است که خواستی خود تداوی شوی آمدی در شفاخانه بستر شدی و چی احساس داری چند درصد خودت خوب شدی چند فیصد احساس صحت مندی میکنی ان شاء الله با بسیار 100 فیصد ما دیگه ان شاء الله با یعنی 100 فیصد جور هستی 100 فیصد جور دوباره بعض مریض است که بستری میشن فارغ میشن مرخص میشن از شفاخانه باز به معامل رو میآورن خودت چطور؟ این تصمیم خود نداری که باز بری چرس بزنی تریاک بزنی؟ انشاءالله ما قدر خداوان با خود وعده کردیم یا الله ما پایین وقت نماز میخونم خدایا دیگه تو ما را دیگه عمل اخته نکنی او دیگه ما درود بر کل پیغمبر صلی الله علیه و سلم روان میکنم درود بر کل مؤمن مسلمان او کل مریضارم دعا میکنم کسی داش بندی خانه باشه کسی داش شفاخانه باشه که بر کل دعا میکنم هم بر مادر خود هم بر برادر اولادای خود کل بر کل دعا میکنم خدایا دیگه کسی را دیگه عملای بد الهی آمین الهی آمین و کسایی که آغشته هستن خداوند صحت عاجل نصیبشان بکنه شفای عاجل نصیبشان بکنه و کسایی که آغشته نیستن کوشش بکنن که آغشته نشن به این مرض واقعا بسیار خطرناک است بسیار دردآور است سلامت و سدیر من نه سوای نلری نه بس دیر من را مری خدا ما الله تعالی تاسو لم جو ده تیار ور کی ولې را ټول مریضان تم څخه خدا ما تم تاسو دعا غان وکي خدا هم بخیر ده خپل دمون اولادان تلر ان شاء الله آمین سلام دیر من بیننده های عزیز قسمی که شما را تصویر میبینین این ساحه ساحه است ساحه تفریگاه مریضا مریضای هزار بستر مریضایی که به دلایل مختلف با این مرض آغشته شدن و مبتلا هستند در اوقات بیکاری جمعیت تفریح میکنن نام خدا یک جای بسیار زیبا را برشان فراهم ساخته تا که در اوقات بیکاری بیاین هوا همچنان گرم است بخصوص از طرف دیگر در این قسمت اگر بیاین تفریح بکنن مریضا همی وضعیت روحیشان خوبتر میشه خب مریضا به حد زیاد است دوستای عزیز مرا همراه باشین بریم که کدام مریض آماده است که با ما صحبت بکنه
سلام، خسته نباشین. زنده باشی. چطور هستی؟ خوب هستم شکر. نام چی است؟ رفیع الله جان چطور هستی؟ خوب هستم. نام خدا کالایت پاک ستره و تو کدگی دی بی برقی. شکر از فضل خدا خوب است. از دولت ما خوش هستیم. دیگه می خواهیم که ما این جا مریض هسته که 10 دفعه 8 دفعه از اینجا ما براین باز به این مواد مخدر رو. خدا چطور؟ بار چندم تست؟ بار اولم است. بار اول تست؟ چقدر وقت میشه که به این مرض مبتلا شدی؟ 5 سال میشه. 5 سال؟ 5 سال. چند سال هستی؟ 26. مجرد هستی؟ متأهل؟ نه، متأهل هستم. چند تا سال اولاد؟ 3 تا اولاد دارم. کجاست اولاد؟ خانه کجاست؟ خانه کارتینا. کارتینا؟ سرپرستی اونا را کی به دوش داره فعلا؟ پدرم هست. پدرت هست؟ چند برادر داری؟ 7 برادر هستم. چی کار میکردی؟ 5 سال پیش؟ من خودم مستری هستم. مستری؟ مستری موتر. حالا هم به یادت مانده؟ یاد داری؟ شکر از فرده خدا. از یک مرخص شایی میتونی امو کار پیش بود؟ میتونی پیش بود. کدام مواد استفاده میکردی؟ من همی کلش استفاده میکردی. کلش یعنی نام بگی؟ شیشه، پودر، چرس، تاریاک، زیکاپ، اینی کلش استفاده میکردی. چقدر وقت میشه که جبستری است؟ اینجا تقریبا 20 روز میشه. 20 روز میشه؟ خودت آمدی داوطلب یا کس خواست که خودت انتقال به طبعی شفاخانه؟ خودم آمدم گفتم تداوی شوم، دولت چی خانواده ما را سرفرستی کنیم. پس انشالله صحت من شد. خواهش دارم که امی کسی که کار میکنه بیادر گل امی ساقی ها نیست، ما بیادر گل ما را اعلام میتا ساقی ها را میگیره، ساقی ها را 5 روز بعد میگیره، ساقی ها پس اعلام میشه. همین کسی که کار میکنه ما میخواهیم از دولت بسیار دولتی خوب است. ما میخواهیم همین کسایی که کار میکنه، کسایی که بیادر گل پودر سودا میکنه چی میکنه، باید از تداو گم شود. ریشیش گم کنه. اگر ریشیش گم نشه و قسم به خدا که 20 دفعه اینجا نفرات که پس بیای باز میرم و این کار میکنه، باید ریشه تداو از این گم. خودت از کجا میخریدی؟ خودم از کارتینا میگرفتم از سر تپه. کسایی که هستن و خودت مفروخته بیادت هست که بریدگیر بیتیشون؟ صد فیصد. اونا ما را میگیرن، بیادر گل مریضا را میگیرن، وارا 5-2 روز بعد پس اعلام میتن. من خودم با چشمای گناهگار خود دیدم. انشالله که بعد از اینکه از مرخص شوی، صحت یاب شوی، دوباره به می کار رو نیاری دیگه، از این مواد استفاده نکنی. نه دیگه نمیکنم. 100% انشالله. وعده است که کسی که کار میکنه، کسی که چی میکنه، کشت و کشکر اونمو گم شود. کشت و کار و فروشاتش پیش میبرن، از امیریشه از بین ببرن. خداوند از بین ببریش. خداوند تباه و نیست و نابودشان کنه کسی. آمین. این جوان ها را میبینیم کل خانه داره، فامیل داره. خب که اینطور نفر هاست که 8 دفعه هم خارج شده، باز که کسی که مواد مفروشه اونمو که چی میکنه، باز اینمی خرک اونمو داره. از وضعیت ظاهریت معلوم میشه نام خدا خودت دیگه می 80% جور شدی. 100% جور شدی. 100% جور شدی. سر خودت مطمئن است؟ 100%. دوباره خواهی کار نمیکنی؟ دیگه دوباره این کار نمیکنی. سلامت باشی، تشکر. وعدم کردی نه دکم نه همگی میبینه تمام جهان که دوباره این کار نمیکنی، دیگه با مواد مخدر رو نمیاری. نمیاری میشه. دیگه استفاده نمیکنی. میشه. سلامت باشی. بازم شفا باشه، زندگی خوش آرام برات آرزو میکنم، با تمام مریضایی که اینجا هستن، مخصوص به جوانایی که به این مرض آغشته هستن، اولاد دارن، زن دارن، خانواده دارن، زندگی دارن، سیال دارن، شریک دارن، خداوند از این وضعیت نجاتشان بده. خود همچنان شفا عجل به تمامتون خواهان هستم، زندگی خوش آرام داشته باشین، خداوند از این و از این وضعیت خداوند شما را نجات بده. الهی آمین. الهی سلامت باشی. سلامت باشی. خود دیگه کدام گفتنی نه؟ نه دیگه گفتنی. سلامت باشی. تشکر. سلام. 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 مسیح سید نبی سی، اینڈین سی، ایجا سی، عمل سی، بچر سی، آمده سی، روان سی، دنیا. کدام لسان صحبت میکنی؟ ایجا سی اینڈین زبان سی. انڈیا؟ انڈیا سی، انڈیا زبان. نہیں جانتی، تو کم بیا، تم کیا بولو؟ ایسا کیا بول سی، دنیا سی مشکل سی، مشکلات سی، دنیا سی، انسان سی، چی رقم سی، مردم سی. مشکلات وجہ سی؟ وجہ سی، نبی سی، چر سی وجہ سی. چرس وجہ سے بنگ سے وجہ سے کارو سے یہ دنیا سے آمدہ سے چه قدر وقت سے ریشہ فخانہ آمدہ سے یہ سے دنیا سے 50 روز کارو سے سلامت دیگر سال نمی فہمی می فہم خو سلامت باشی نام چی است نام مسعد نبی آبانن از نامی جن یان پدر من یا نه گپ میزنم. کجا آمدی؟ ما جلال آباد شهره. چرا هندی صحبت میکنی؟ هندی صحبت با این میکنم، تو را میگلانم با درس میفهمه یا نه؟ میں تھوڑا تھوڑا سا جانتی ہوں مکمل نہیں جانتی ہندی ہندی سے نہیں تم مکمل جانتی ہو انڈیا سے انڈیا مانٹری کور سے اس لابان سے زبان سے چی سے
از پاکستان. آفرین از ما این دیم همه قبول دیگه خلاص شد. خود چقدر وقت هستی جستی؟ ایجا سه جمعه میشه. ایجا سه جمعه سه؟ آه سه جمعه نا سه جمعه کسی چهارم. تمهارا وضعیت کسی ہے؟ کسی ہے آپ؟ وضعیت اس مشکل نہیں سے. مشکل نہیں ہے؟ خالی سے وقت سے پورا سے اور خانہ سے رفتہ سے. خب چقدر وقت است که جستی و چند فیصد تداوی شدی به نظر خودت؟ تو بگو یا 50% هستم یا 100% هستم. 100%؟ آه 100%. دوستای عزیز قسم که از وضعیت ظاهریشان میبینی خودشان میگن که 50%. از ما یادم میره با این خاطر پارسی کردی؟ من یاد ندارم. آه تو من قیاد داشتم ایندی. تو که چکه من ایندی میگه از من ایندی یادم بره خندم یه ایندی ایندی صحبت میکنی؟ آه ایندی صحبت خود و خیر جور شوی خواه باشه خیر ببینی چی گفتنی چی پیام؟ با ایندی بگو با ایندی چی پیام داری؟ الله سے یارانا تلویزیون سے عباس تل مدام سے جیسے آمدہ سے از ما سے پرسان سے آفرین سلامت باش تشکر خیر بی شفا اجل نصیبت شو آمین خداوند شفا اجل و تمام جوانا به خود تمچنا خیر سے الله سے آیا عزت تکری سے تل مدام سے عباس الله سے کہ پدر مادر سے عباس تل مدام سے سلامت سلام سلام علیکم همی چیری خودت در نظر ما آشناست والا امکان داره دیگه ژورنالیست میسی باید بشناسی خوب هستین من ژورنالیست هستم اما چیری در نظر ما آشناست فکر کنم یک بار در کدام برنامه دیده بود یک بار نه باید چندین بار دیده باشی کاکا عزیز منشور جهان شدیم دیگه از برکت کاکا عزیز چطور هستی کاکا عزیز فصل خدا است یک سلام تقدیم میکنم به بیننده های شما سلامت باش سلام به خودت سلام ها نثار خودت باد خب چی حال داری وضعیت چطور است صحت چطور است 4 و 5 از دیگه است محمود تو بخید تیک تاک هستم دیگه خدا مهربان است اینمی برادرای کس اینمی ها که هست یگان مشکل داره حالا باز بسیار مشکل هم شده که تشنابم یک رقم مشکل داره دیگه امارات اسلامی خود رسیده میتونه باز از توانشان یکم چیز است که از جان خواهش میکنیم که کمک کنه به این متدین دیگه همیا هست همی بزرگترین مشکل از یاست که از 45 روز تیر شده اگان تایش از 6 ماه 7 ماه 8 ماه مانده مدامی تش این از این بدرک این معیوب هم از 2 سال هست یک دقیقه با نگیم صحبت کنم اگر میمون اگر نمیم بفرمایید این همی مشکل هست که امارات اسلامی باید ایچی سیوه که این همی 6 ماه یک از همی تیر شده همی یک نفر در یک روز نه چقدر خرج داره فکرت هست این همی خودش یک اصراف به جای هست به فکر من ایده دیگه بیننده ها خودش چیز کنن دیگه دکتر صاحب هاست نیجا مهربان است ولی همی مردم امارات هم خوب است دیگه دکتر صاحب نظر به متوان خود مریضای را که بستری کردن رسیدگی کردن میتونن و بیشتر از او خودتان که یادآوری کردین از کسایی که خارج هستن و از کشورهای خارج شما باید امی تقاضا را بکنین که بر شما رسیدگی کرده بتانن کمک بکنن کمک بشر دوستانه هدف ما ممیس اینال یکان تا مریض هم که هست خدا یار جانشون خدا ادایتشون بده که امی دکتر صاحبا مهد امی گولی توزیع هر کدامش فامید خیز میزنن یک به نظمی ده مکنه اگر نه دکتر صاحبا والا با واقعیت کلش فرشته صفت هستن سلامت باشی خودت چقدر وقت است که بستری هستی جان ما دیگه نه 4 و 5 پور است امروز از برکت شما اینم حالا پایوازم دراز ابراهیم جان بچه میمیدم بخیر خیر بچیت میبرد بله احساس داری که جور شدی میری بخیر طرف خانه احساس دیگه جور هم بودیم بار زد دیگه هم جور شدیم از خدای خود آرزو داره مگه من 45 روز دیگه عمر بسیار است که ایجا تیرش کردیم دیگه خدا خودش میفهمه دیگه سلامت باشی تشکر بدون شک شفا باشه دقیقتون. سلامت باشی کامل چی گفتنی چی پیام داری چی تحفه داری به ما فقط پیامش اینمیسته به زور خدا که اینمیده فقط همی امدهش گم کنه دیگه کل همی متادا جور میشن آدمی بیخ ریشه گم کنه آدمی بیخ ریشه که گم نشه یا پاس میرن داخل هم تهداب گزارش از بین ببر بله بله اینمی کل مشکل در تاداب شست وقت تهداب گزارش فعالیت داشته باشه باز من میمریض شما دوچار میشه بله 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 اگر 20% شد و 80% دیگهش پاس دمی عمل رجوع مکنالو که یک مشکل در فامیلا هم هسته که یکان تا که کار نکد باز اونمو به خاطر از اونمو میره داخل اینمی عمل که باش مره چیز نگوه نه اگر نه اینمی حالا کلش اونا چرا بله برق کسی نمیه که بله برق بطه یا شلغم نیست یا کچولو نیست نه همین مشکلات سر یکان مرد من دازن ممکن به نید به دلائل مختلف شما به این مریضی دوچار شدید بله 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 ممکن درک میکنم از لحاظ انسانی وجدانی درک میکنم درک داریم همه ما مسلمان هستیم همه ما انسان هستیم باید به یکی دیگه رسیدگی بکنیم سلامت باشین تشکر و خودت یک ژورنالیست موفق هستی چی میشه یک توفیه داشته باشیم از خودت شما بخوای از ما توفیه خوب بخیده میحافظه هستم بفرمایین
شعر بگویم؟ بله. میگه این مشت گل اینقدر غرور به جای تو چیست، یک بار به خود نگر که مهنای تو چیست، یک جمعه استخوانی دو پیمانه خون، پنهان تو چیست، آشکارای تو چیست. سلامت باشی. سلامت خودتان هم باشه. ده باشی، تشکر از تو فیزی بای. کاکای مستو چند ماه میشه؟ اینه میره بچه شاورده چهار ماه میشه. هرچی بچه خودم میگه ما جور راست میخوری صفحه چه ده کمه که کمه اوصله میشه نه او را کمی یک جدی میگه میگه تو جور نشدی. اینه می چهار ماست که اینه میجاست نال روزانه ای چقدر هم میخوره. سلامت باشی خودت بیر خوبه سلامت ده پینزه تلوکش پیده بعد این یه نوم دی چه ده؟ نوم میسی دروب ده کم سین راقلی؟ دی خوست نه دی خوست ولایت دی سبرای ولست ولایت سبرا وقت کیگی؟ پینزه رو شپه میکیگی پینزه؟ پدیش پینزه شپه که خو نتیجه نوار که باید تا پینزه تلوی خورا زلتا بستری بسه پینزه تلوی اختی روا مو دینا دیری به زپا خال کنی باید نوا که خوست کنون رکم و که خوست دار رکم کنون دا چه پینزه تلوی شپه نی پرا که پیواست زنگ چی ویش سروشا نظر پا دی وضعیت تاسو که پینزه تلوی خورا زیم تیشی باید تاسو مرخص نشه پا دی خاطر چه باید تاسو جور شای روخ شای جور شای دوم رخوال از یده نور دوم رخوال دوائی دک خدا مواد نستفاده که آه نور چه نستفاده که چار سو زخپلا نیزمی هم وازی چار وازی چار آیا وازی چار سو نور سو نور می چه ندی والی کم زیکری چار سو چار نده خسته والده دکارو که واش دا ان دیوالونو پروغ دکو شوقی دیو که کم د سن دیوالیو نه ان دیوالونو سره بیا نه ګرځوې غې سره سره پروغ دکې یو زه خاتینه وخت 15 شپو کې دومره روغه دوا ده دی ځکنه ته مجرد کم ته نه مجرد یم خوش چې مجرد د ما شومان د کنه وسره جوړ ا د بعد یو خوش رکان شپخانه رکان قانون کې 15 تل وختونه بعد ډېری په ونه کې زکه 15 زمت پنه چې 15 سال وخت راځي ته چې چکاپ عمومي شي چې ته روښه وي ته نه خوشی کوي ته باندې ته څه کوي نه نمو خوشی کوي داسې کنه تلیفون د بعد ډاکټرانو ته کې داسې د خوش شپخانه راکامو کم چې کا په عمومي کې چې تاسو روښه وي سبب اوس درغې نه به تاسو مرخص کوي یا رخصتې ها ځان زه خه جوړ شوم خه روغ یم بیا نه څه کوم چا پنځه لس ورځ کې ته روښه وي ها هر ټیک ټاک شوی یم دومره حد وې دوی دې ځکنه ټیک ټاک شوی ها ټیک ټاک شوی علاج دا قانون روکی چې 15 تل وخت شپونه زپانه بکی دا 15 سالي خلاص کې بیخي ټیک ټاک کی اخر خاطر مهربان ها لاند توکل په خدای اندېخنه ما سالي وخت مخکې به ته جوړ شي جور حز از حجور شوایا حجور شوایا لاج قانونی لگرو شی تو زینس تو وینا لری دولت تا ملت تا وینا دا غدو وینا ولا کداری لرم خپل اندی والان ته چې پدې مرز ته بخت کړی سو وینا لری تو سوخ لی زکه چوال مون زندگی ته باوای مو خپل زندگی اوس په ژوند پیدام ضرور ورسته لای مو خپل هغه چې ته چار خرڅه واغې ته سو وینا لری یا ته دا وینا لرم او چې بعد دې تباکه دې دې تباکی زکه ژوند خراب کړه اوس ژوند پیدل یم سلامت کوم ته مژوند ډیر ښه کلانی شپړس کلان شپړس کلان اه ښه نه ستا څومره عمر نور پاتې ده په شپړس کلانی کې چې تا د ست تجربه کړې ده دا وضعیت نو ان شاء الله چې ورسته دینه چې ته جوړ شې نو یو ښه ژوند به ولرې نور ښه ژوند لرم ډیر عمر زناته پوي د اوس په دا عمر کې ډیر لکانې پرغو دي کړې دي با دې انډي ولون سره چرچون سره نه وګرځو ان شاء الله نور دا کارونه کې او چرسیان سره باندې ګرځي واده ده مننه دا شعر دې ته خبرې سره شیر جان خی سلام خی مرغانی الحمدلله شکر سه خی است سلامت اوسې څومره وخت دلته بستری زه خو اندزان داس یو هچ ول سورز کی کی دلته بستری مو زه خپل شاعر یم شاعر ماشاءالله د کوم زی زه د حس ولایت ول سوالی سوبری څومره وخت کی چې په دې ناروغي ته اخته شوی زه خپل نشی نه مو د دولت نه دا پیغام لرم چې باید داسې حاله کرنه تل دي چې هغه مثال یا په کور کې لنجاوي یا پیسو خاطر یې ارسلا دښمن لري بل بوش لري د دې په خطر نه ونه کې لمن نه لاندې کې بډری کې شمور چې زه خپل نه بډری هم نه نشی هم او یو کې وکس میکس ګولې استعمالولې شي راي په خاطر هغه د نشی ګولې وکنه نه آی پنځله تر په کار د اکس میکس وته یي خو کله کله ار وخت عادتینه ومو نو دا پیغام لرم چې باید پنځله شپې پنځته له ورځې یوزي باید ډاکټرونه کور ته ولا کې ویل چې هر څه مشکلات لري مو وړو وړ کې لکه بال بوج پوتې دا نو زلک مې ما ته سه انشاء الله شفا درته غواړم بیننده های عزیز در بخش روان درمانی شفاخانه هزار بستر قرار داریم. خوشبختانه که دکتر صاحب این بخش با ما حضور دارن، صحبتشان رو می داشته باشیم. سلام، خسته نباشید دکتر صاحب. سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به شفاخانه یک هزار بستر تداعی معتادین. دکتر شاپور سید خیلی هستم در خدمت شما. سلامت باشین دکتر صاحب عزیز که در خدمت همشهریان عزیز در خدمت
وطندارا و به خصوص مریضایی که در این شفاخانه بستر هستن شما قرار دارین. تشکر، سلامت باشین. خب دکتر صاحب، امی بخش اگر کلان معرفی بکنید. بخیر باشین، از ما را وظیفه ماست و ما به خاطر از این خلق شدیم که برای هم نوای خود باید خدمت بکنیم. بخش ما بخش بازتوانایی است، یعنی در کل تداویی که یک بیمار معتاد به مواد مخدر میشه در مدت 45 روز به دو بخش تقسیم میشه. اولش سمزدایی است که ما او را زهرکشی میگیم به اصطلاح عامیانه، اونا در بخش زهرکشی که دوسیه اولیشان است در نزد ما موجود است، در 15 روز اول تداوی خود مکمل تداوی دوایی میشن و تحت مراقبت دکتران و متخصصان معالج که بخش داخله هستن و عقلی عصبی هستن زیر درمان از او از طریق ادویه میباشن. و بعد از اینکه 15 روزشان مرحله اولیشان تکمیل شد، به مرحله دومی بازتوانایی بر ما ریفر میشن و ما کار خود از دوسیه دومی از ارزیابی مریض که دوسیه بازتوانایی از آغاز میکنیم و در چندین مرحله مریض به مدت 35 روز اینجا ما تحت مراقبت درمان میگیریم. بعد از اینکه تحت مراقبت میباشن، بستر میباشن، دوا تطبیق میشه یا پیشکاری تطبیق میشه، همین قسم که خودتان یادآور شدین و کاملا همو زهر مواد مخدر که از وجودشان پاکاری میشه در این بخش انتقال پیدا میکنه و این بخش چند جلسه در بر میگیره و چطور میتونین که ارزیابی بکنین اگر مریضای تمام کلن مریضایی که با این مرض آغشته هستن تکلیف روانی دارن یا بعض مریضا؟ در عموم مریضای مبتلا به مواد مخدر از مشکل شدید روان رنج میبرن و ما بیشتر روی روان مریضا اینجا کار میکنیم و کار ما گفتار درمانی است و هدف عمومی ما تغییر در رفتار مریض است که قابل اعتماد باشن و ما افکار استفاده مواد مخدر از خود دور بسازن. و مرحله اول یا ابتدای کار ما از یک فرم است به نام فرم ESI که در 17 یا 18 ورق دوسیه بازتوانایی است که کدای جداگانه داره و سوالات متفاوت مختلف است و یک فردی که استفاده از مواد مخدر کرده باشه ما با سوال جواب و کد گذاری در اینجا میتونیم وارد ارزیابی بکنیم و مشکلاتشان را بگیریم و نظر به شدت مشکل یک مریض ما تصمیم میگیریم که چقدر جلسه را باید بگیریم. نظر به وضعیت مریض جلسه برقرار میشه، وضعیت روانشان تا چه سرحدی بهبود یافته تا فعلا بر پیش ما و تا چه سرحدی یو آسیب دیدن که ما کار از کجا باید برشان آغاز بکنیم و مشکلشان در چیست و ای فرمی را که ما در اینجا ارزیابی میکنیم عموم بخش های زندگی یک مریض از دید صحی، اجتماعی، مالی، اقتصادی و اجتماعی را روانی را هم مگیش در بر میگیره و ما اینجا کد گذاری میکنیم. هر آن کد یا هر آن نمبری که در مصاحه خودش بیشترین نمره را گرفت ما بیشترین شدت کار اونجا میداشت. سلامت باشین، تشکر بازم دکتر صاحب. قسمی که شما یادآور شدین بعد از ارزیابی اگر صحت روانیشون خوب بود از هر لحاظ تکمیل بودن مرخص میشه، اگر نبود باز به کدام بخش انتقال میدین؟ دقیقاً ما بعد از اینکه مریض از اینجا اگر رخصت هم شوه ما مریض این رقم رها نمیکنیم به حال خودش. ما پروگرام های تعقیب با مریض داریم و نمبر های تماس ما همیشه فعال است و یک تیم فعال ما از اینجا تیم صاحبی داریم که بساحه میرن آگاهی دهی میدن و در ضمن نمبر های تماس ما و تماس های فعال داخل شفاخانه ما در ارتباط با مریض است. اگر در بیرون از اینجا کدام مشکل اجتماعی، خانوادگی یا خشونت هایی برشان رخ میده ما میتونیم که از اینا دفاع بکنیم یا راهنمایی دقیق برشان داشته باشیم. بسیار خوب، سلامت باشین دکتر صاحب. بعضی از مریض هاست که چندین بار بستری شدن، یک بار رخصت شدن، مرخص شدن، صحتمند شدن، باز هم به اون مواد مخدر رو آوردن و اون مواد استفاده کردن. دلیل اون مریض ها چی بوده میتونه از این لحاظ که از این بخش که مرخص میشن ارزیابی میشن چطور میتونن از نظر ارزیابی شما چطور میتونن باز اون مریضا به این مواد مخدر رو بیارن؟ در کل اگر ما یک عامل اگر ببینیم بر اعتیاد تو این نادرست خواهد بود، قسمی که برای همگی هویدا است، همیشه بحران ها از کوچکترین مشکلات هایی که با هم یک جا میشن دست به دست هم میتن به بحران تبدیل میشه. و یک فردی که مبتلا به مواد مخدر میشه شاید چندین عامل داشته باشه، دوستان ناسالمش باشه، زمانی که ما هر قدر تلاش بکنیم نمیتونیم فرد تغییر میدیم اما دوستاش تغییر داده نمیتونیم. اگر محیط ملوث باشه ما محیط ملوث نمیتونیم کنترل کنیم. اینجا یک محیط کنترل شده است ما میتونیم بیمار افکارش از ذهنش و بدنش از زهر مواد مخدر آری بسازیم و پاک بسازیم اما بیرون ما کنترل کرده نمیتونیم. این یک کار دوامدار کار داره، یک کار تکنیکی کار داره که زمانگیر است. دقیقاً اجتماع ما و ارگان‌های دیگه باید دست به دست هم بتن و من حیث یک زنجیر اینجا عمل بکنن تا این معضل بزرگ احتیاط از افغانستان ریشه کند. خب یک مریضی که با این مواد مخدر آغشته هستن بارها به این مواد رو میارن استفاده میکنن، از نظر شما، از دیدگاه شما که در این بخش کار میکنین، عوامل اصلیشان چی بوده؟
عامل اصلی در ابتدا وافر بودن مواد مخدر است و عدم آگاهی از اضرار مواد مخدر است و در ضمنش افغانستان طوری که بر شما هویدا است که چندین سال میشه جنگ هایی که پشت سر هم آمد منبع تولید مواد مخدر خودش بوده و در ضمن عدم آگاهی است که افراد جامعه ما و همی تعداد جوانان یا نوجوانان یا هم کسانی که بزرگ سال هستند به مواد مخدر رو میرن از عدم آگاهی بوده، بعضی هم فقر میباشه، الگو برداری های منفی از دوستا و رفاقایشان میباشه، مهاجرت ها سهم فعال خود در اینجا داره و دیگر کم توجهی خانواده ها میباشه و هزار یک عامل دیگر میتونه که همگیش یک مشکل جور شوه و مشکل ها یک جا شوه و بحران تبدیل شوه. خشونت فامیلی و یا هم فقر و بیچارگی میتونه که عواملش باشه؟ دقیقا، در صورتی که الگو برداری منفی شوه، یک کسی که خودش خشمگین میشه و در خانواده درست مدیریت کرده نمیتونه، خود یا هم بزرگای خانواده که بالاشان خشمگین میشن، یک دوستش، آشناش یا هم محیطش ملوث است، برش تعارف میکنه استفاده مواد مخدر برای چند لحظه‌ای که خوشی کاذب بده یا هم افکارش تغییر بده. مواد استفاده دقیقاً تکرار استفاده از مواد مخدر خودش اعتیاد آور است. بیشتر مریضا که دایش شفاقان شما تداوی کردین، فکر کنم بیشتر جوانا و نوجوانا بوده؟ دقیقاً، می قشر فعال ما جوانان به دلیل ازی که فقر و تنگدستی در کشور ما و جنگا بوده که مهاجرت کردین، این عوامل سیاسی هم می داشته باشه، عوامل طبی هم داره و در ضمن گفتیم الگوبرداری های منفی است، بیشتر محیط ملوث است که یار ملوث می سازه. سلامت باشین، تشکر. دکتر صاحب نظرتون چی است به فامیلا، به جوانا و نوجوانایی که با تکلیف یا ای مرض یا ای دوچار میشن، همی میتونی معتاد بگوییم یا خشونت آمیز است معتاد گفتن؟ نباید بگوییم، باید بگوییم که مریض، به این مریضی که دوچار میشن یعنی چطور بتانیم که جلوگیری بکنیم؟ نظرتان چی است؟ چرا مریض، چرا نوجوانا به این مرض آغشته میشه و چی باید کرد که جلوگیری بکنیم؟ خب ما خواستم از عموم جوانان و افراد جامعه ای است که به معتاد به یک دید مجرم نبینه. اینا مریضا هستن و مریضای روانی، ولی که به هر علت داخل ای پدیده شده باشن حالا دیگه درمان شدن. اگر درمان نشدن، مراکز درمان در اختیارشان است، در خدمتشان است. به جای از اینکه یک انسان به دید حقارت ببینن، توهین بکنن، تحقیر بکنن، دستشان را بگیرن، کمکشان بکنن، به این مراکز رجعت بدن و در ضمنش از کلمات و الفاظی که یک فرد دوباره سوق می‌ده به طرف استفاده مواد مخدر، ما به اصطلاحات داریم به نام سوشال استیگما، یعنی لکه های ننگ اجتماعی. تو یک مریض معتادی را که صحتمند شده ما برش مراجعه میگیم، مراجعه یا بیماری که صحتمند شده در اجتماع میره، یک کسی او را میبینه دوباره به ملقابی که در انگام استفاده مواد مخدر برش استفاده میکرد، معتاد، پودری، کثافت، اینم یک استفاده، یک کلمه، یک استیگما دوباره باعث میشه که یک عقده درونی بری مریض مبتلایی که صحتمند شده فعلا و صحتمند به جامعه برگشته دوباره اوت بکنه و بیا به مصرف مواد. یعنی تاثیرگذاری منفی است. دقیقاً. سلامت باشین، تشکر. پیامتون چی است دکتر؟ پیام همی است از عموم جوانان که اگر میدانن یا نمیدانن، هیچگاه از روی حس تجربه مواد مخدر تجربه نکنن، چون مواد مخدر چیزی نیست که تجربه شود، چیزی است که به کام مرگ میکشان انسان را و من حیث یک سونامی خاموش درون انسان عمل میکنه. بدون شک. سلامت باشین، تشکر، فرق باشین، وقت خوش. خب دوستای عزیز، حرفای بسیار خوب و سودمند داشتیم از دکتر صاحب و که در بخش روان درمانی شفاخانه هزار و بستر مصروف هستن، نظر خدمت هستن، کار میکنن، زحمت میکشن، فعالیت دارن تا اینکه مریضایی که در این شفاخانه بستری هستن صحت یاب شون، نظر خدمت باشن به خود، به خانواده خود، به جامعه خود. خب دوستای عزیز، این بود مرحله روان درمانی که صحبت های دکتر صاحب را داشتیم. انشاءالله میریم به مرحله بعدی، ما را همراه باشیم. خب بیننده های عزیز و وطندارای عزیز، شفاخانه هزار و بستر قرار دارم، جایی که مریضا تداوی میشه، مریضایی که به دلایل مختلف به این مریضی دچار شدن و مبتلا شدن و خوشبختانه که در این شفاخانه تداوی میشن. یک یک با تصویر کشانیدیم ای که مریضایی که در این شفاخانه تداوی میشه چندین مرحله داره، صحبت های دکتر صاحب را داشتیم، از مریضا را داشتیم و الهم نوبت رسیده که صحبت های رئیس صاحب محترم را
داشته باشیم که ریاست شفاخانه، البته مسئولیت ریاست شفاخانه را به دوش دارن. سلامون و وقت مو بخیر رئیس صاحب. مننه علامه عزت وک ډیر زیاته مننه تاسو راغلی زموږ د مظلوم خلکو حالات نور دنیاوالو ته او خپل هیوادوالو ته تاسو ډیر زیاته مننه تاسو سلامات اوسئ. تاسو نه هم ډیر مننه چې د هیوادوال په خدمت کې یست. تاسو ځان را پیژنئ؟ زما نام مولوی عبدالنصر منقاد د ازربستر د معتدنو شفخانې رئیس. سلامت اوسئ رئیس صاحب. دا شفخانه څومره وخت کیږي چې په فعالیت یې پیل کړی؟ نو دا خو تقریبا د جمهوریت په وخت کې فعالیت لره، او د اسلامي امارت په راتګ سره چې کله اسلامي امارت راغلی دی موږ هم دلته راغلي یو، او د شفخانې کې فعالیتونه کوو. الحمدلله چې د دغې کارونه اوس تاسو ته به منومي چې د پخانه به انشاءالله اوس مثبت شي. ډیر ښه. څنګه چې موږ په تصویر کړل او څنګه چې ټول هیوادوال هم ولیدل چې شاهدان دي، ډیر تغییرات راغلی دی. تاسو هم کولی شئ چې په خپله ژبه ووایئ چې څومره تغییرات راغلی نسبت په تیر کالو. مننه. مخکې پخوا موږ دلته د عجل شعبه تاسو به لیدلی وي، موږ یوه شعبه لرله. اوس چې کله مریضان تعداد زیات شه، نو موږ دلته تقریبا درې عجل شعبې ایجاد کړې، فعالیم کړې، چې برحاله اوس تقریبا 45 کسان مریضان په یوه وخت کې تداوي کېږي. نو مخکې پخوا به مثلا تقریبا 18 کسان یو ځای، او د نورو کسان چې موږ د دوی عجل خونه ورته ایجاد کړې، اوس مریضان تعداد اوس زیات شوی دی. الحمدلله اوس حالات ښه شوي دي. بل یو ښه خبره هم دغه ده چې کله مثلا د جمهوری مریضان راځي، او یا مثلا دلته خپل پیوزدار مریضان راځي، موږ ډېر په خوشحالۍ سره ویلای شو چې د هغې مریضانو لپاره موږ اوس ټیسټونه لرو. که یو څوک خپله مثلا معتاد وایي چې زه معتاد نه یم، نو هغه ټیسټ کې بیا موږ ته معلومیږي چې دا معتاد دی او یا نه دی معتاد، او د دغې هغه مواد هم موږ ته معلومیږي چې کومه مواد استفاده کړي دي، او کوم مواد څومره وخت دوی استفاده کړي دي. نو دغه اوس بلحال وخت کې موږ چې نوي ایجادونه کړي دي همدغه دي. سلامت اوسئ رئیس صاحب، ډیره مننه. کور ودان رئیس صاحب، د دې د خدماتو په عرصه کې، د تداوي په عرصه کې، په خصوص د دوا او درملنې په عرصه کې ستاسو ملاتړ کوونکی څوک دی؟ موږ خو دنیاوالو باندې څه سوار غږ کړی دی چې دا خلک چې دا سیاست نه لره خلک دي، تاسو باید د دې په قصه کې موږ سره همکاره شئ. لیکن ما څور ویلي دي چې دوی یوازې راځي، یوازې لیکل کوي، عمل کې څه نشته. موږ خپل وزارت سیاتمه د دوا او د ټولو نورو امکاناتو د برابرولو حمایت کوي. خب دوستای عزیز، تشکر از اینکه بیننده بودین و با بسیار محبت و علاقمندی برنامه را دیدین و تماشا کردین. بود گزارش امروز ما فرشته عظیمی از شفاخانه هزار و بستر، مریضایی که در شفاخانه بستری هستند تا اینکه علاجشان شوه به خیر صحت یاب شوند. شفا عجل خواهان هستم به تمام مریضایی که در شفاخانه بستر هستند. گفتنی های مسئولانشان را داشتیم و اینکه تداوی مریضا چندین مرحله داشت به تصویر کشانیدیم. انشالله که دیده باشین و بعضی از همتان عزیز ما که به این مرض دچار هستن و به این مریضی دچار هستن، مبتلا هستن، انشاءالله که خداوند شفای عاجل نصیبشان بکنه. و بعضی همتانای عزیز، بعضی از جوانای عزیز که تازه مبتلا شدن، خداوند اونا را هم شفای عاجل نصیب بکنه. و بعضی جوانای عزیز که مبتلا نیستن، خداوند دور داشته باشد تمام همتان عزیز را از این تکلیف و این مرضی که واقعا دردآور است. خداوند تمام مریضا را شفای عاجل نصیب بکنه، به خصوص مریضایی که در شفاخانه بستری هستند. زندگی است، زندگی سراسر مبارزه است. چه خوب است که همیشه انسان مبارز باشه، مبارزه بکنه با مشکلات، نه ای که به این مریضی ها دچار شوه، آغشته شوه. انسان وقت احساس ضعف بکنه، احساس ضعیفی بکنه، احساس ناتوانی بکنه، طبعا که خدا نخواسته به این قسم مریضی ها دچار میشه و رو میارن به مواد مخدر. متاسفانه خداوند بالای تمام همتان عزیز رحم بکنه، با همتان عزیز ما، بالای همتان عزیز ما که با فقر و بیچارگی دست پنجه نرم میکنن، همیشه ناامید هستن. بزرگترین بلا در زندگی هر انسان ناامیدی است. وقتی انسان ناامید شوه، ناامیدی احساس بکنه، طبعا که رو میآوره به مواد مخدر، و یا که ناامید میشن و یا تکلیف گوناگون روانی برشان پیدا میشه. خداوند همگی را صحت عاجل نصیب بکنه
صحتمند شوند، جور شوند، شفای جل نصیب بکنند. این بود گزارش امروز من. انشاءالله که مورد پسندتان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد و دیدار بعد، شما رو به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. همیشه شاد و موفق باشین.